درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین شبه نظامیان عراقی با از سرگیری حملات به نیروهای آمریکایی در سوریه و احتمالا در عراق نیز از اهرامهای خود علیه اسرائیل استفاده می کنند. شبه نظامیان عراقی کاملا آگاهند که حزب الله به ویژه در این مرحله وارد درگیری بزرگ با اسرائیل شده. اونا در حال تلاش برای کمک و حمایت از حزب الله هستند و احتمالا به زودی شاهد فعالیت نظامی شبه نظامیان حسی خواهیم بود. همه اینا با دستور مستقیم رژیم خامنه ای در این زمان اتفاق میفته. رسانه های اسرائیلی نوشتن حمله ای که از عراق آغاز شد بزرگترین حمله عراق از سال 1991 بود و بیش از 15 نوع جدید پهباد استفاده شده و پنتاگون هم به دلیل افزایش تنش ها بین اسرائیل و حزب الله در خاورمیانه برای همه پایگاه های خودش حالت آماده باش اعلام کرد و پلیتیکو هم در این ارتباط نوشته که دولت آمریکا در حال کنار آمدن با این واقعیت که جنگ بین لبنان و اسرائیل اجتناب ناپذیره ارتش اسرائیل با دهها جنگنده به لبنان حمله میکنه این در حالیه که آمریکا به جمهوری اسلامی اطلاع داد که اسرائیل به موشک یمن که تلاویب را هدف قرار داد پاسخ خواهد داد و یمن و جمهوری اسلامی باید پاسخ را دریافت کنند و تشدید را کاهش بدن و نباید تلاش کنند که در تشدید تنشها در لبنان دخالت کنند در غیر این صورت در معرض حملات شدید نظامی قرار خواهند گرفت در همین ارتباط اسرائیل جنگی تمام ایار رو بدون توجه به اینکه دیگران چی میخوان آغاز کرد اسرائیل پاش و رو گردن حزب الله گذاشته و فشار بیوقفه است و گزینه های حزب الله فقط سه تا مورده اول موافقت با قطنامه 17 صفیه که سازمان ملل و تسلیم تحقیرآمیز و عقب نشینی در آن سوی رودخانه لیتانی دوم خسارت عظیم به قابلیت های نظامی بدون اینکه قادر به پاسخگویی معنادار باشند سوم تومه گرفتن و انجام کاری که به اسرائیل مشروعیت شروع یک جنگ تمامیار رو بده حزب الله زمان نامحدودی برای انتخاب نداره اسرائیل تا پایان تعطیلات عالی و انتخابات در ایالات متحده یعنی پنجم نوامبر به تشدید چشمگیر ادامه خواهد داد البته اگر تا آن زمان چیزی از حزب الله تغییر نکنه و فرانسه در پیامی به لبنان گفت اگر جنگی رخ بده جنگ سوم لبنان نخواهد بود آخرین نبرد لبنان خواهد بود آن هم در شرایطی که حزب الله اشتباه بسیار بزرگش رو مرتکب شد فکر کنم نتانیاهو به چیزی که میخواست رسید یعنی خامنهای گرفتار شد و اینو بهش میگن سیاست برای هر ثانیه از اتفاقاتی که می‌افته نتانیاهو برنامه ریزی داره در روزهای گذشته که اسرائیل ساختار فرماندهی حزب الله را هدف قرار داد جنگنده های اسرائیل به شدت مشغول زدن انبارهای مهمات و دپوها و همچنین لانچرهای راکتی و موشکی حزب الله هستند اول فلج کردن قسمت اعظم نیروها دوم انهدام ساختار فرماندهی و سوم زدن انبار مهمات یعنی ما شاهد نابودی تدریجی حزب الله هستیم بمباران انبار مهمات حزب الله لبنان یعنی اینکه تمام سرمایه گذاری سی تا چهل ساله خامنه ای دود شد رفت هوا حزب الله تمام شد و خامنه ای دیگه نمیتونه از اهرام حزب الله از جهان باج خواهی کنه در این سالها دوستان جمهوری اسلامی هی بشکه بارود تحت نام موشک در لبنان ذخیره و اسرائیل هم کاملا محل اونا رو رسد و شناسایی می‌کرد. الان در چند عملیات رداسا نابودشون کرد. اول الله و جنوب لبنان رو ویران خواهد کرد و اگر بقیه لبنان هم دخالت کنن کل لبنان رو به عصر حجر پس خواهد فرستاد. نتانیاهو میگه حالا که الله معنی پیام ما رو درک نکرده به شما قول میدم که به همین زودی معنی پیام رو خرفهمشون کنیم. لبنان به عصر حجر سلام کن. در همین ارتباط دلیل شکست حزب الله خود حسن نصرالله حسن خرسی از سال 1992 یعنی 32 سال پیش رئیس حزب الله شد. طی این 32 سال اشتباهات زیادی داشت و باعث جنگ های ویرانگر برای لبنان شد. اما بدتر از همه همین دیکتاتوری درونگروهی و عدم تغییر عین خامنه ای در ایران ماست که باعث نارضایتی شدید نیروهای حزب الله شده کانال های وابسته به محور شیعه گزارش میدن که سپاه جمهوری اسلامی به دلیل سهولت نفوذ و حذف ساختار فرماندهی بالای سازمان و مکانیسم های امنیتی در حمله پیجر از حزب الله بسیار عصبانیه علاوه بر این جمهوری اسلامی نسبت به تحقیقات داخلی حزب الله ابراز بیاعتمادی کامل کرده و به همین دلیل که تصمیم گرفتن تیم تحقیقاتی خودشون رو در تهران برای بررسی علل حمله پیجر که به سفیر جمهوری اسلامی در بیروت ضربه زد و ترور مقامات ارشد حزب الله تعیین کنند یعنی مقامات جمهوری اسلامی پایانشون در راهه به نظر شما ما اول شاهد اعلام به درک ارسال شدن خامنه ای هستیم یا حسن خیرس الله؟ به نظر من شایعه کشته شدن یحیی سینوار برای کابینه امنیتی اسرائیل یک بازی چند سر برده آن هم در شرایط فعلی حماس و حزب الله اول اینکه یحیی صداش در نیاد حسن خیرسی قاطی میکنه دوم صداش در بیاد پیداش میکنن سوم صداش در نیاد تحمانده خرابکارهای حماس در غزه و بقیه جاها تسلیم میشن و غیره اما نکته قابل توجه اینه که به نظرم شانزدهم مهر باید ببینیم سید علی خامنه ای به درک واصل میشه یا یحیی سینوار چرا که همه چی بستگی داره به زمان ورود ناو ترومن به منطقه و جان کلام اینکه که طراحی پلن حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای بسیار هوشمندانه و عمیق در کوتاه مدت همزمان پاهای اختاپوس شش جبهه سر اختاپوس خامنه‌ای رقیب فروش نفت ایران عراق رقیب بنادر جنوب ایران دبی و در میان مدت رقیب صنعت گردشگری ایرانمون ترکیه است و حمایت کنندگان از تجزیه ایران علیوف و اردوغان و طالبان و غیره و بازگشت پرچم شیر و خورشید تاجدار نه تنها به عنوان نماد هویت ملی بلکه به خاطر زنده شدن سهام ها و سهم شرکا در 45 سال اخیر از کمپانی ها و دولت های اروپایی و آمریکا و ژاپن و در طولانی مدت به قهقرا رقیب سنتی ایران یعنی عربستان سعودیه البته اینا تنها اشاره به منافع واضحی بودند که در پیش هستند تجزیه کشورهای اطراف ایرانمون همچون افغانستان و عراق و سوریه و غیره و جایگزین شدن هند به جای چین و دهها منفعت دیگه هم قابل بحثن و البته رسیدن به آن اهداف بستگی مستقیم به کنشهای آگاهانه ما ملت ایران خواهد داشت در تاریخ آمریکا یادتون باشه که هرگاه یک رئیس جمهور به سطوح زیر چهل درصد از محبوبیت رسیده دست به کار شده و جنگی در یکی از نقاط دنیا آغاز کرده ترومن به محبوبیت زیر چهل درصد رسید و جنگ ویتنام را آغاز کرد ریچارد نیکسون به محبوبیت زیر سی درصد رسید و جنگ با کره شمالی را آغاز کرد جیمی کارتر به محبوبیت زیر چهل درصد رسید و جنگ ایران را آغاز کرد. جورج بوش هم به محبوبیت زیر چهل رسید و جنگ عراق را آغاز کرد و الان بایدن و حزب دموکرات به محبوبیت زیر چهل رسیدن و همانگونه که میبینید الگویی بسیار واضح میان میزان محبوبیت رؤسای جمهور ایالات متحده و شروع جنگ های مستقیم و نیابتی آنها وجود داره که سال البته افرادی که نیاز به ساختن این نبردها دارند خود الگو رو نیز مهیا میکنند پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش